بله شکیلا. به نام خدا و با سلام. خبرهای خارجی را با گزارشی از تایلند آغاز می‌کنیم. از زمان آغاز درگیری‌ها در بانکوک پایتخت تایلند از روز پنجشنبه تا کنون حدود 20 تن کشته شده‌اند. دولت تایلند و معترضانی که به سرخپوشان شهرت یافتند بر دستیابی به خواسته‌های خود تأکید دارند. در همین حال بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از هر دو طرف خواسته تا فوراً خشونت را کنار گذاشته و با گفتگو اختلافاتشان را حل و فصل کنند. در پی بروز ناآرامی‌ها در بانکوک شماری از سفارتخانه‌های خارجی در این شهر تعطیل شدند. جاده‌های بانکوک پایتخت تایلند شاهد صحنه‌های خونینی که می‌گویند در بیش از دو دهه اخیر بی سابقه است. از روز پنجشنبه هفته گذشته تا کنون حدود 20 تن جانهای خود را از دست دادند. نیروهای اردو با کسانی درگیر شدند که در آغاز اعتراض خود در حدود دو ماه پیش از روش‌های خشونت آمیز ابا می‌ورزیدند. معترضانی که به سرخپوشان شهرت یافته و از حامیان تاکسین شیناوات را نخست وزیر پیشین این کشورند. مرکز بانکوک اکنون به یک شهر نظامی تبدیل شده. نیروهای اردو در مقابل معترضان مسلح. این سنگر درگیری ها تا کنون بیش از 150 تن را زخمی کرده است. فضای بانکوک آکنده از دود. این دود ناشی از آتشی است که معترضان برافروخته‌اند. رهبران معترضان که در جمع آنان در مرکز تجاری بانکوک به سر می‌برند، گفته به مقاومت ادامه می‌دهند. این مقاومت به گفته این رهبران تا زمانی ادامه خواهد یافت که دولت به خواستهای آنان پاسخ دهد. دولت در مقابل اما گفت که هر گونه گفتگو با معترضان مردود است. در این گیرودارها بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از هر دو طرف خواسته تا خشم خود را فرو بخورند. آقای بان گفته که رفتن به پای میز مذاکره تنها و بهترین راه برای پایان دادن به مخالفت هاست. دولت ادعا کرده که شرایط زیر تسلط نیروهای دولتی است. با این هم خبرنگاران میگویند که صدای تیراندازی و انفجار از نواحی زیر کنترل معترضان به گوش میرسد. درگیری های روز پنجشنبه پس از آن بالا گرفت که یکی از فرماندهان اردو مورد هدف گلوله یک ناشناس قرار گرفت. پس از آن نیروهای اردو به مرکز تجاری پایتخت وارد شدند و آب و برق را برای معترضان قطع کردند. با این هم موفق به بیرون راندن آنان از محل تحصنشان نشدند. از آغاز بحران سیاسی تایلند در ماه مارچ بیش از 40 تن کشته و 1400 نفر دیگر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از شرکت‌های بزرگ نفتی انتقاد کرده که به جای مسئولیت پذیری همدیگر را ملامت می‌کنند. آقای اوباما پس از دیداری با شماری از اعضای کابینه خود گفته است که بر روابط دوستانه این شرکت‌ها و نهادهای دولتی ناظر پایان می‌دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که شرکت نفتی بی پی با وجود تلاش‌ها تاکنون نتوانسته از نفوذ نفت از یک چاه نفتی در خلیج مکزیکو به آب دریا جلوگیری کند. حدود یک ماه از آغاز این بحران می‌گذرد. بحرانی که با یک سانحه در چاه نفتی در خلیج مکزیکو آغاز شد. با وجود تلاش‌های پیگیر اما تاکنون نه شرکت بی پی و نه دولت آمریکا توانسته از ادامه نفوذ نفت به دریا جلوگیری کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با انتقاد تند شرکت‌های نفتی را به فرار از زیربار مسئولیت متهم کرده است. شرکت بی پی مسئول پرداخت تمامی هزینه هاست و باید تا زمانی به کار ادامه دهد تا فاجعه بار آورده را مهار کند. نشست با سران شرکت بی پی داشتم. با آنان صحبت کردم. در این نشست نمایندگان بی پی، فرنس اوشن و هلی بورتون تلاش میکردند تا همدیگر را ملامت کنند. آقای اوباما همچنان تعهد کرده است که بر روابط دوستانه بین شرکت‌های نفتی و نهادهای ناظر دولتی پایان دهد. رئیس جمهور آمریکا گفته است به نظر می‌رسد که این روابط سبب شده تا مجوزهای حفاری بیش از تضمین‌های ایمنی از سوی شرکت‌های نفتی صورت می‌گرفته است. در همین حال رئیس جمهور آمریکا گفته است به نظر می‌رسد که این روابط سبب شده تا مجوزهای حفاری بیشتر از تضمین‌های ایمنی از سوی شرکت‌های نفتی صورت می‌گرفته است. در همین حال مدیر عملیاتی شرکت بریتیش پترولیم میگوید که آنان به شدت تلاش میکنند تا از ادامه نفوذ نفت جلوگیری کنند.
ما هر تلاش ممکن را انجام می دهیم. این عملیات بزرگترین عملیات پاکسازی در تمام جهان است. بر اثر بروز عوارض فنی در یک چاه نفتی در خلیج مکزیکو که 20 اپریل رخ داد 11 تن کشته شدند. تخمین شده که از آن زمان تا کنون روزانه 5000 بشکه نفت وارد دریا می شود. بر اساس پیش بینی ها وزش باد در دو روز آینده ممکن است آبهای آلوده را به سواحل نزدیکتر کند. و این حال مقام های آمریکایی گفتند که برای مقابله با آن آمادگی دارند. اول فکر میکردیم که روزانه 1000 بشکه است، اما بعدن گفتند 5000. به هر حال آمادگی و تجهیزات ما برای موقعیت های بدتر تهیه شده، چون ما برای مقابله با چنین حوادثی هستیم. بنابراین ما مشکلی نداریم و کار به خوبی پیش میره. هزینه های مربوط به این رویداد حدود 15 میلیارد دلار پیش بینی شده که باید از سوی شرکت بی پی تأمین شود. این در حال است که بنابر برخی تخمین ها نفوذ نفت روزانه بیشتر از رقمی باشد که در حال حاضر منتشر شده است. شمار از کارشناسان با دیدن تصاویر از دریا گفتند که ممکن است میزان نفتی که روزانه وارد دریا می شود حدود 70000 بشکه باشد. وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار بریتانیا به آمریکا رفته تا در مورد مسائل افغانستان و جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با همتای آمریکایی‌اش گفتگو کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که گروه 5 به علاوه 1 برای تحریم‌های تازه علیه ایران به پیشرفت‌های خوبی دست یافته است. در همین حال وزیر امور خارجه بریتانیا نیز تأکید کرده است که از مواضع آمریکا در برابر ایران قویاً حمایت می‌کند. در حالی که ایران برای برگزاری جلسه مشترک با حضور شماری از کشورها در خصوص برنامه هسته‌ای خود تلاش می‌کند، بریتانیا و آمریکا در مورد تحریم‌های تازه علیه این کشور گفتگو کردند. دولت جدید بریتانیا که هفته گذشته آغاز به کار کرد، یک هیئت بلندپایه را به آمریکا فرستاده تا در مورد جنگ افغانستان و منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با کاخ سفید گفتگو کند. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که او می‌کوشد تا اتحادیه اروپا را برای تحریم‌های تازه علیه ایران متحد کند. من به نمایندگی از دولت بریتانیا در مورد روابط دو کشور سخن گفتم. دولت جدید بریتانیا تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را قانع کند تا یک پارچه و متحد با آمریکا در این راستا گام بردارند. وزیر خارجه بریتانیا دامنه همکاری های دیپلماتیک، نظامی و اطلاعاتی میان لندن و واشنگتن را به همتا خوانده و گفته است که جنگ در افغانستان و مسئله هسته‌ای ایران در اولویت سیاست خارجی کشورش قرار دارد. آقای هیک تأکید کرد که کشورش از راه حل مسالمت‌آمیز و مسیر تحریم‌ها در برابر برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با شرکت در نشست خبری مشترک با همتای بریتانیایی خود به ایران هشدار داد که پیش از تحریم‌های شورای امنیت پاسخ جدی در زمینه برنامه‌های هسته‌ای خود بدهد. خانم کلینتون بر دوستی و اتحاد آمریکا و بریتانیا تأکید کرده است. پس از تشکیل دولت جدید چیز غیر عادی به نظر نمی رسد و از نظر ما یک شروع قوی است و از نگاه سیاست خارجی که من آن را دنبال می کنم خرسندم. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های تازه علیه ایران را بررسی می کنند. برنامه هسته‌ای ایران همواره از سوی کشورهای غربی تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خوانده شده است، اتهامی که تهران همواره آن را رد کرده است. در ادامه همکارم خبرهای ورزشی را